به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به ما رسید. پس از بازگرداندن صدها تانکر نفت وارداتی از ایران از سوی طالبان، محمد صدیقی فر سرکنسول ایران در هرات گفته که قرار است یک کارساز مشترک برای صادرات نفت از ایران به افغانستان تنظیم شود. به گزارش خبرگزاری فارس، سرکنسول ایران در هرات دیروز در سفر به شهر تایواد آن کشور به خبرنگاران گفته است که در یک ملاقات دیپلماتیک که با استاندار هرات صورت گرفت، قرار شد که یک استاندار و سازگار مشترک برای صادرات سوخت از مبدا ایران به مقصد افغانستان تعیین و تنظیم شود. او افزوده است که صادرات مشتقات نفتی از ایران به افغانستان دارای یک مشکل اساسی است و در برخی موارد محموله مورد نظر و شکل به مشکل برمیخورد و به کشور باز میگردد. به گفته سرکنسول ایران در هرات، شماری از تاجران ایرانی مواد هایدروکربونی را تحت عنوان گازوئیل و یا بنزین میخواهند به افغانستان صادر کنند که به دلایل اختلاف ملاک‌های ارزیابی در گمرک دوقارون ایران و گمرک اسلام قلعه افغانستان مشکل برای کامیون‌ها و رانندگان به وجود می‌آید. آقای صدیقی فر گفته است که راهکار ایران این است که دریچه مشترک گمرکی میان دو کشور برقرار شود یا اداره استاندارد افغانستان در مرز مستقر شده و محموله را قبل از خروج از خاک ایران صحت سنجی کند. او گفته است که آنها 5 سال می شود که در حال پیگیری سازگار مشترک در راستای صادرات نفتی میان دو کشور هستند، اما افغانستان تاکنون راهکارهای ایران را نپذیرفته است. اداره ملی استاندارد افغانستان که اکنون تحت کنترل طالبان فعالیت می کند، سال جاری خورشیدی بارها از بازگرداندن تانکرهای عامل نفت بیکیفیت وارد شده از ایران خبر دادند. در آخرین مورد روز شنبه هفته جاری این اداره اعلام کرده که 75 تانکر تیل کم کیفیت را به ایران بازگردانده است. پلیس پاکستان مهاجران افغان را زندانی می کند و از آنها پول می گیرد. طالبان گفته ملا عبدالله آخوندزاده رهبر این گروه هیئتی را برای بررسی وضعیت مهاجران افغان به گذرگاه تورخم فرستاد. عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین طالبان که در رأس این هیئت به تورخم رفته است میگوید پاکستان مهاجرین افغان را زندانی و از آنها پول میگیرد. این مقام طالبان گفت که پس از دستور نخست وزیر موقت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان، رهبر طالبان هیئت متشکل از مقامهای 6 وزارتخانه را برای بررسی وضعیت مهاجرین تعیین کرده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان سخنان عبدالرحمن راشد را پخش کرده که در آن میگوید پلیس پاکستان افغانها را در ایالت سند، صوبه سرحد و پنجاب زندانی و آزار اذیت کرده است. معین وزارت مهاجرین طالبان تاکید کرده که وزارت خارجه این گروه برای حل مشکلات مهاجرین در حال گفتگو با سفیران پاکستان و ایران در کابل است. به گفته عبدالرحمن راشد، وزارت خارجه طالبان با آصف درانی نماینده پاکستان در افغانستان از این کشور خواسته دست از آزار و اذیت مهاجرین بردارد. نماینده پاکستان هفته گذشته وارد کابل شد و با مقام‌های طالبان دیدار کرد. معین وزارت مهاجرین طالبان تاکید کرد که این گروه اجازه نمی‌دهد کشورهای همسایه مهاجرین را آزار و اذیت کنند. بر اساس گزارش‌ها، پلیس پاکستان در ماه‌های اخیر صدها تن از مهاجرین افغان را به دلیل فقدان مدارک اقامت زندانی و به افغانستان اخراج کردند. وزارت مهاجرین طالبان گفته این هیئت جهت بررسی وضعیت عودت کنندگان و برای تهیه سرپناه و ایجاد سهولت برای آنها به ننگرهار سفر کرده است. ده ها جنگجوی طالبان در بامیان مردم را حبس کردند و قبر سعید و گور دختر پادشاه را کندند. چندین منبع در بامیان و افغانستان انترنشنال گفتند ده ها جنگجوی طالبان در غرب ولسوالی پنجاب روستاییان را حبس کرده و در دو گور به جستجوی آثار تاریخی به کاوش خودسرانه پرداختند. به گفته منابع طالبان، زیارتگاه موسوم به قبر سعید و گور معروف به دختر پادشاه را کاوش کردند. این منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که ابتدا 40 تا 50 نفر مسلح ناشناس عصر روز دوشنبه سوار بر چندین موتر آیلکس و فرونر به این منطقه آمدند. به گفته آنها
این افراد اهالی منطقه را در یک مسجد حبس کردند، تلفن‌های همراه آنها را گرفتند، آن تنهای تلفن‌ها را در منطقه از کار انداختند و محافظان آنها را هم تحت نظارت قرار دادند. منابع افزودند که این افراد با اطلاع مقام‌های محلی طالبان در زیارتگاه موسوم به قبر سعید و گور معروف و دختر پادشاه در منطقه موسوم به کوتل جمالی تا دیر وقت شب مشغول کاوش بودند. بر پایه اظهارات منابع محلی، مردم موضوع را به مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی پنجاب گزارش دادند و آنها نیروهای پلیس را به سوی منطقه مورد نظر اعلام کردند، ولی این نیروها به دستور عبدالله سرحدی والی طالبان از میانه را بازگشتند. منابع ما گفتند که شمار افراد مسلح روز سه‌شنبه به حدود 300 تا 400 تن می رسید. به گفته آنها ظاهرا ماموران اداره استخبارات طالبان هم در میان آنها حضور داشتند. شاهکار تازه دختر ترک برای جلوگیری از اخراج نامزد افغانیش. افغانستان انترنشنال می نگارد اخیراً تلاش یک دختر ترک در فضای عمومی برای جلوگیری از اخراج نامزد افغانش در ترکیه توجه رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی را جلب کرده است. یاغمور کوزو در شبکه اجتماعی اکس نوشت که علی نظری به مرکز اخراج پناهجویان در ولایت وان فرستاده شده است. آقای کوزو در پی چهار روز بیخبری از نامزدش اعلام کرده که آقای نظری در ایست بازرسی پلیس در ولایت ساکاریا به دلیل عدم ارائه کارت شناسایی بازداشت و به مرکز اخراج پناهجویان در ولایت وان فرستاده شده است. نویسنده کتاب یادداشت‌های سیاه و سفید در پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرده که علی نظری از 5 سال پیش به دلیل ترس از تهدیدهای طالبان به ترکیه پناه برده است، ولی حالا اگر به افغانستان بازگردانده شود مطمئناً کشته خواهد شد. خانم کوزو با تأکید بر این که امکان اخراج علی نظری وجود دارد از مخاطبانش در شبکه‌های اجتماعی خواسته است کمک کنید صدای ما شنیده شود، علی نباید تبعید شود. او عاملان بازداشت نامزدش را به نجات پرستی متهم کرده و افزوده است که انسانیت در درون آنها پوسیده و وجدان آنها منجمد شده است. کارزار خانم کوزوو برای جلب حمایت همگانی از درخواست جلوگیری از اخراج نامزدش با واکنش‌های گوناگون روبرو شده است. بسیاری از کاربران از درخواست او حمایت کردند، ولی برخی دیگر گفتند که ترکیه به اردوگاه پناهجویان تبدیل شده و نباید مانع اخراج او شد. این شهروند ترک به کسانی که به باور او با اظهارات نجات پرستانه از بازگشت و اخراج نامزدش حمایت کردند هشدار داده است که علیه آنها شکایت خواهد کرد. پایگاه خبری مرکز استکهلم برای آزادی در گزارشی به نقل از وکیل آقای نظری نوشت که این پناهجوی جوان از 5 سال پیش برای جلب حمایت بین المللی از وضعیت پناهجوی خود تلاش کرده، ولی به دلیل ناپدید شدن اسنادش این تلاش ها به جای نرسیده است. به گزارش این پایگاه خبری آقای نظری به همین دلیل اسناد قانونی برای اقامت در ترکیه ندارد. ترکیه در هفته های اخیر دست به اخراج گسترده پناهجویان افغان زده است. در حال حاضر نزدیک به 4 میلیون مهاجر در ترکیه به سر میبرند که حدود 3.6 میلیون آنها از سوریه هستند و از 320 هزار مهاجر دیگر بیشتر افغان هستند. تشکر از توجهتان، تا بعد بدرود.